به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت بچه‌های 11امی پر انرژی گروه آموزشی ماز میاد هنرور هستم، مدرس شیمی. امروز خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستیم با اولین جلسه از بحث کلاس‌های 11ممون از فصل 1 11ممون، مطلب مرتبط با فصل 2 دهم، مطلب استکیومتری. در ادامه اون در فصل 1 11ممون درصد خلوص و بازده درصدی هستش که امروز میخوایم با شما عزیزان نکات و پیوند این مطالب رو با همدیگه عرض بکنیم و بررسی بکنیم. تا یادم نرفته خدمتتون عرض بکنم که در انتهای این کلاس یک آزمون 10 ساله برای شما عزیزان قرار داده شده. فقط تا ساعت 12 شب میتونید شرکت کنید که مدت زمان آزمون 10 دقیقه هستش و ما در جلسه بعد که 7 مهر اولین جلسه کلاس های ما هستش، به طور رسمی کلاس هامون شروع میشه. در اون به اصطلاح کلاس 5 نفر اول و برتر آزمون و خدمتتون نامه‌شون رو میگیم و همچنین پاسخنامه این آزمون رو برای شما عزیزان ارسال میکنیم. و همچنین رو خدمتتون بگم از 7 مهر که اولین جلسه‌مون شروع میشه، قابلیت رفع اشکال و قابلیت بررسی سوالات رو با همدیگه به طور حضوری شما چجوری با استفاده از چترومی که در پنل اختصاصتون در اختیارتون گذاشته میشه داریم و میتونیم با همدیگه همفکری بکنیم، با همدیگه بحث بکنیم، صحبت بکنیم و آفلاین و آنلاین رفع اشکال خواهیم داشت برای شما عزیزان به طور کامل. خب امروز من میخوام برم یک مروری بکنم بر روی استوکیومتری فصل 2 شما و بعد بیایم از فصل 11 نکاتی رو بگیم، با این قسمت تحکیم کنیم که بیش از 4-5 تا تست کنکورتون رو در کنکور شما خواهد داشت، شمایی که کنکور 1400 میخواین شرکت بکنید که از الان باید پایتون رو قوی کنید و محکم کنید و پر انرژی بیاین جلو که انشالله بتونید اون نتیجه که در خور شرم و دلخواهتون هست رو بگیرید. بچه های عزیز، بحث استوکیومتری شما در فصل 2 یاد گرفتید. استوکیومتری از 2 تا واژه استوکیون و مترون به معنای سنجش و تعیین کمیت عناصر رو داره. تمامی عناصر و ترکیباتی که ما داریم در دنیای آزمایشگاه کمیت های مخصوص به خودشون رو دارن، از قبیل جرم، حجم، مول، تعداد ذره و الی آخر. شما عزیزان با مول که واحد اصلی و یکای اصلی دنیای استوکیومتری هستش آشنا شدید که به 6.22 ضرب در 10^23 از هر ذره که اون ذره شامل اتم و مولکول ایون هستش بهش میگن مول، که به این عدد اصطلاحاً گفته میشه عدد آووگادرو. بذارید برای شما تشبیه بکنم. اگر که استوکیومتری رو بخوایم تشبیه بکنیم، مثل واحدهای پول رایج هر کشور میمونه. مثلا به شما میگم واحد پول ایران چیه؟ میگه ریال، تومن. میگه امریکا چیه؟ میگه دلار. میگه اروپا چیه؟ میگه یورو. و هر کشور واحد پول خودشو داره. شما زمانی که میخوای این پولها رو به هم دیگه تبدیل کنی، در حقیقت مثل تبدیل کردن جرم به حجم، جرم به مول، جرم به چگالی، جرم به تعداد ذره و همچنین غلظت میتونه به هم دیگه باشه و همه اینها توی پول رایج دنیا یک واحد بین المللی رایج هستش و اون چیزی نیست جز دلار یا یورو. و توی استوکیومتری همین نقش رو کی میتونه داشته باشه؟ برای ما مول میتونه داشته باشه. پس بنابراین مول یکای رایج ما در دنیای استوکیومتری هستش. بچه های عزیز بدونید که خوب اگر ما بخوایم استوکیومتری این واحدهای مختلف رو به هم دیگه تبدیل کنیم، باید از یک سری کسرها استفاده بکنیم و کمک بگیریم. این کسرها چیزی نیست جز کسرهایی که دارید اینجا میبینید که در شما عزیزان قرار داده شده. اگر که دقت بفرمایید، مول تقسیم بر ضریب میشه. ضریب چیه؟ منظور ضریب ماده‌ای هستش که در واکنش ما وجود داره. برفرض شما در نظر بگیرید واکنش سوختن متان CH4 به اضافه O2 تولید CO2 میکنه به اضافه H2O. اگر که من بیام اینو موازنه کنم، ضرب موازنه رو براتون بذارم، ضرب O2 میشه 2، ضرب H2O میشه 2، ضرب CO2 و CH4 میشه 1. اگر به شما گفتن ضرب متان در واکنش چنده، میگه 1. اگر بهت گفتن ضرب O2 چنده، میگه 2. اگر CO2 گفتن 1، اگر H2O گفتن چند هستش؟ عدد 2 هستش. پس بنابراین هر ماده ضریب خاص خودش رو داره که با استفاده از این ضریب میتونه با مواد دیگه و با ترکیب دیگه توی واکنش ارتباط برقرار کنه و ارتباط استوکیومتری داشته باشه. به همین دلیل ما روش تشریحی ضریب تبدیل کتاب درسی رو میذاریم کنار، چون هدفمون تست هستش و میخوایم در مدت زمان کمتر و راه حل ساده‌تر و بهتر تستمون رو حل کنیم، از این کشف‌ها کمک میگیریم.
این کسایی رو که شاید به گوشتون آشنا باشه و به چشمتون هم آشنا باشه، در فصل دوی دهم شما باید یاد میگرفتید و اگر یاد نگرفتید هیچ عیبی نداره اینجا یاد میگیرید. وقتی که به شما مول دادن، یعنی واکنش و سوال ما در رابطه با مول صحبت کرد، مول رو باید تقسیم بر ضریب بکنید. وقتی که بهت جرم دادن، جرم رو باید تقسیم بر جرم مولی ضرب در ضریب کنید. جرم مولی چی هستش بچه‌ها؟ هر کدوم از اتم های ما جرم مولی خاص خودشونو دارن. برفرض به پایین جزوهتون نگاه کنید، اینجا اف ای رو بیارید روی بکنید 256. این اشتباه تایپی بوده، خواهشا اینو اول کار درست کنید. مثلا به شما میگه آل 2 اس جرم مولی چقدر داره. شما اول از همه نگاه آلومینیوم کن، عدد چند بهت گفته؟ گفته 27 گرم برمول. چند تا ازش وجود داره؟ دوتا. دو رو ضربه داره 27 باید بکنی، چون دوتا آلومینیومه و هر آلومینیوم 27 است. اگر دو رو ضربه داره 27 بکنی میشه 54 تا به اضافه. اکسیژن چنده؟ اکسیژن جرم مالی 16 است. چند تا ازش وجود داره؟ 3 تا ازش وجود داره. 3 تا 16 تا 48 تا. 48 با 54 جمع بشه در کل میشه 102 تا و جرم کلی آل 2 سه 102 گرم برمول. اگر بخوایم در مورد آب صحبت بکنیم، هیدروژن عدد 1 داره و چون دوتا ازش وجود داره 2 1 2 تا، چون 16 تا هم اکسیژن وجود داره در کل میشه 18 تا. Fe2O3 چه جوریه؟ 2 رو ضرب داره 56 می‌کنی، به اضافه 3 رو ضرب داره 16 می‌کنی. اگه این اتفاق بیفته 2 تا 56 تا میشه 112 تا، با 48 تا میشه 160 گرم برمول. K2O چه جوریه؟ 2 رو ضرب داره 39 می‌کنی. چرا 39؟ چون عدد جرمیه پتاسیم 39، دو تا 39 تا 78 تا، 78 رو به اضافه 16 میکنی که به اصطلاح میشه که عرضم به حضورتون که 94 تا جرم مولی کادوه. 36 8 12 O6 6 تا کربونه، یعنی 6 تا 12 تا میشه 72 تا، با 12 تا چون هیدروژن یکه، چون 12 تا وجود داره 12 یکی میشه 12 تا، با 72 تا میشه 84 تا، با 6 تا 16 تا یعنی 96 تا میشه 180 تا، و KNO3 میشه 39 به اضافه 14 به اضافه 48 که اگر اینها رو با هم دیگه جمع بکنی 9 و 4 میشه 13، 13 و 8 میشه 21، 2 میره بالا، در کل میرسیم به عدد 101. پس جرم مولی رو به این شکل دست میاریم. منظور از جرم مولی ما این هستش که این عدد رو خودشون در سوال به ما میده و جرم مولی به دست میاریم. پس وقتی که در صورت کسر جرم داشته باشیم، قطعا مخرج کسر رو جرم مولی میذاریم. اما وقتی که حجم مطرح میشه، حجم برای گازها میتونه دو تا شرط داشته باشه، شرط استیپی و غیر استیپی. ولی برای غیر گازها فقط شرط غیر استیپیه، یعنی استیپی فقط مختص گازهاست. استیپی چه شرطیه؟ شرطی هستش که دمای من برابر با 0 درجه سانتیگراد، فشار من 1 اتم اسفر و حجم مولی که دارم مقدار 22.4 لیتر هستش که اینجا براتون نوشته. پس دما 0، فشار 1 و حجم مولی من 22.4. پس حجم گازها در شرط استیپی تقسیم بر 22.4 ضرب در ضریب. و اگر غیر استیپی بود، در شرایط من اگر غیر استیپی بود، سر کله ترم پیدا میشه به اسم چگالی. چگالی رو در فیزیک شما با رو نشون میدی، میگه رو مساوی با ام وی او، اما در شیمی با دی نشون میدی. از حرف کلمه دنسیتی میاد، جرم به حجم، یعنی دی مساوی با ام وی او. اگر چگالی رو ضربه در حجم بکنی به چی میده؟ بهت ام میده، جرم میده. پس دی ضربه در وی میشه جرم. وقتی جرم بود مخرج کسر چی بود؟ جرم مالی ضرب در ضریب. پس اینو جرم مولی ضرب در ضریب. پس حواست باشه حجم من در شرایط غیر استیپی میشه چگالی. چگالی نسبت جرم هستش به نسبت حجم. دی مساوی با ام وی ام. اگر دی رو ضرب در وی بکنم، یعنی این رو ضرب در هم بکنم، دی ضرب در وی میشه جرم. جرم تقسیم بر جرم مولی ضرب در ضریب. وقتی تعداد ذره میگن، یعنی اتم مولکولیان تقسیم بر عدد آووگادرو یا همون 6.22 ضرب در 10 به توان 23 ضرب در ضریب. پس بنابراین تمامی این کسرها با هم معادل و برابر هستن. حواست باشه که هیچ وقت اشتباه نکنی. یکم بیایم پایین‌تر، تو صفحه خالی که براتون گذاشتم یه مثال با هم دیگه حل کنیم که ببینیم به چه شکله اصلا نحوه حل سوال ما با این روش چجوریه. این مثال رو بنویسید بچه‌ها. مثال تجزیه آلومینیوم سولفات رو براتون می‌نویسم. Al2SO4 سه مرتبه،
آل دو اس او چهار سه مرتبه می شود آل دو او سه به اضافه سه تا اس او سه گاز، به اضافه سه تا اس او سه گاز. اینا حالت فیزیکیشون جامده، اون گازه. سوال مطرح کرده اگر چهار مول، اینو بنویسید، اگر چهار مول آل دو اس او چهار سه مرتبه من داشته باشم، در گام اول چند گرم آل دو او سه دارم، یعنی اولی سوالم اینه که چند گرم آل دو او سه دارم و چند لیتر گاز، یعنی همون اس او سه، در شرایط اس تی پی دارم. خواهش میکنم این سوالو یادداشت کن، خواهش میکنم این سوالو یادداشت کن. یه نمونه سواله برای که بتونی معنی این سوالو خیلی بهتر، معنی این روشی که گفتم خیلی بهتر درک کنی. تا الان وارد 11 هم نشدم و تا اینجا وارد 10 هم، میخوام نکاتو برات مرور کنم چون اونجا لازم دارم. گفته که 4 مول آلومینیوم سولفات دارم، چند گرم آل او 3 و چند لیتر اس او 3 در شرایط اس تی پی تولید میشه. بچهای من خوب گوش کنن، خوب گوش کنن. ببین عزیز دلم، سوال همیشه در دنیای استوکیومتری یک طرف معلومه، یک طرف مجهول. شما باید بیای این معلومات رو با مجهولات با همدیگه چیکار کنی؟ مساوی قرار بدی. معلوم و مجهول رو باید با همدیگه مساوی قرار بدی. خب کی گفته معلومه؟ 4 مول آلومینیوم سولفات. وقتی مول لاشتی توی یک کسره، مول تقسیم بر چی می‌کردی؟ ضریب. ضریب چند؟ یک. پس میگم 4 تقسیم بر یک. چیو میخوام؟ چی میخوام؟ چند گرم آل دو او سه؟ وقتی جرم بود، جرم تقسیم بر جرم مولی ضرب در ضریب. جرمو که میخوام ام، ضریبم که یکه، جرم مولی آل دو او سه هم تو صفحه قبل به دست آوردم 102. از اینجا اگه حساب بکنم میشه 408 گرم آل دو او سه. حالا قسمت بعدی سوال، قسمت بعدی سوال گفته چند لیتر اس او سه در شرایط اس تی پی دارم. باز دوباره 4 رو داشتم، 4 مول لیتر اس تی پی وی به 22 و 14 هم ضرب در ضریب چنده؟ 3 هستش. پس 4 ضرب در 22 و 14 هم ضرب در 3 میشه جواب انتهایی من در این سوال. پس بچه ها خیلی راحت سوال ها رو میتونیم با این روش حل کنیم و قدرت خودمون رو به تست مورد نظر به رخ بکشیم. یک سوال خیلی راحت دیگه، خیلی سخت ما اگه بخوایم از روش ضریب تبدیل کتاب درس استفاده کنیم، هرچند که شما در مدرسه و برای معلمتون با از همون روش ضریب تبدیل استفاده کنیم که در کلاس های طول سال حتما مکمل این روش به شما گفته خواهد شد که بتونید نمره خوبی رو در مدرسه بگیرید. اما الان و اینجا هدف ما فقط تست، میخوایم بریم یه لطفا با هم یه تست کنکور کار کنیم. تا اینجا اطلاعات مربوط به چی گفتیم؟ تا اینجا اطلاعات مربوط به استوکیومتری رو گفتیم از فصل 2 دهم. اما بحث اصلیمون یک مرور کردیم، میخوایم بیام جلوتر با فصل 1 یازدهم. فصل 1 یازدهم دو تا بیس و دو تا مطلب رو اضافه میکنه که در کنکور تمامی سوالای نسبت ترکیبی و در حقیقت بچه‌ها همون استوکیومتری. مبحث درصد خلوص که با پیوریتی یا پی نشون میدن و بازده درصدی. اول بریم سراغ مبحث درصد خلوص. ببینیم آقا درصد خلوص چیه. اول از همه درصد خلوص مثل این میمونه، شنیدی تو فلانی میگه به دوستت، میگه فلان آدم شیشه خورده داره، ناخالصی داره. دقیقاً مواد ما هم همینطوریه، ناخالصی دارن. مقدار گرم خالص به مقدار ناخالص ضرب در 100 میشه درصد خلوص. پس مقدار خالص به مقدار ناخالص ضرب در 100 میشه میزان درصد خلوص من که با پی از حرف کلمه پیوریتی میاد نشون میدن. اما بچه ها اینه حواست باشه چجوره سوالاشو حل میکنیم، اصلا چی میگیم. مثلا من به تو میگم آلومینیوم اکسید 50%، یعنی چی؟ یعنی آلومینیوم اکسید توی ترکیبی بوده که از این آلومینیوم اکسید چند درصد خالص بوده؟ 50% خالص بوده. پس خوب گوش کن عزیز دلم، میزان درصد خلوص هر ماده متفاوته و با توجه به اطلاعات سوال هستش که میتونه جزء معلومات باشه یا جزء مجهولات. خب چجوری توی حل سوال استفاده میکنن؟ چجوری اصلا ازش سوال میدن؟ بیام اینجا تو صفحه خالی 4 میتونی بنویسی. ببین من یه سوال برات میگم، ببین سوالم چیه، سوال چی میگه به من؟ سوالو ببینیم با هم دیگه بررسی کنیم. عزیزای دلم، سوال به شما گفته که اگر من 4 تا کائنوسه رو بیام تجزیه کنم به 2 تا کادو او به اضافه 2 تا اندو به اضافه 5 تا اودو، این واکنش منه. خب حالا که این اومدم تجزیه کردم، اگر به تو بگم که 200
اگر به تو بگم که 202 گرم کائن او سه داشته باشم با درصد خلوص 40%، چند لیتر اودو با چگالیه 1.1 گرم بر میلی لیتر به دست میارم. خب سوال ما رو میگم، واکنش رو بهت داده، گفته 202 گرم کائن او سه با درصد خلوص 40%، چند لیتر اودو با چگالی 1.1 گرم بر میلی تولید میکنه. در گام اول فرض کن درصد خلوص به تو نرده، مثل قبله، مثل همون دهمه، فرض کن درصد خلوص به تو نرده، آقا من دست میذارم روش درصد خلوص به نرده، چی کار میکردی؟ وقتی درصد خلوص نداده بود میومدی معلوم و مجهول و مشخص میکردی، میگفتی معلوم من کیه؟ 202 گرمه، مجهول من کیه؟ لیترمه. خب 202 گرم کائن او سه جرم به جرم مولی ذره در ذره، 202 تقسیم بر 101 جرم مولینه، ذریب هم چنده؟ 4. خب مساوی با چند لیتر گاز با چگالی؟ وقتی لیتر با چگالی میده میشه چگالی ضرب در هشت، یعنی دی ضرب در وی تقسیم بر جرم مولی ضرب در ضریب. آقا چگالی من چقدر؟ 1.1. وی رو میخوام، اینجا جرم مولی دارم، جرم مولی 32 و ضریب من چنده؟ 5. خیلی عالی. خب تا اینجا سوال روتین حل شد مثل قبل، اما اینجا یه نکته داره. اینجا سوال اومده به تو در مورد درصد خلوص اطلاعات داده. بچهای گل من به شما گفتم که درصد خلوص همون استوکیومتریه، نگفتم؟ و سوال استوکیومتریه، فقط درصد خلوص بهش اضافه شده. درصد خلوص مربوط به یه ماده است، هر ماده درصد خلوص خودشو داره. شما با استفاده از این تکنیکی که دارم گفتم، روش تشریحش فرق میکنه، اما تو روش تستیش با استفاده از این تکنیکی که بهت یاد دادم کافیه که اطلاعات کسر مربوط به هر ماده رو سر به در درصد خلوصش به همین راحتی. پس چیکار کنی؟ اطلاعات مربوط به هر ماده رو سر به درصد خلوصش کنی. آقا این درصد خلوص مال کی بوده؟ کائن او سه وقتی میگه 202 گرم با درصد خلوص 40% مال کائن او سه بوده، اینجا مال کائن او سه است، اینجا مال آدو. چند درصد گفته؟ 40%. پس اینو ضرب در 40% میکنی، یعنی هر اطلاعاتی که بهت دادن کافی که ضرب در چی کنی؟ کافی که ضرب در پی صدام بکنی، کافی که ضرب در چی بکنی؟ پی صدام بکنی، همون پیوریتی، همون درصد خلوص. پس تا اینجا من فهمیدم درصد خلوص مربوط به هر ماده است، یعنی هر ماده درصد خلوص خاص خودشو داره و کافیه که کسر مورد نظرت و کافیه که اطلاعات مربوط به مادت رو فقط و فقط و فقط در پی صدام، حالا میخواد معلوم باشه میخواد مجهول، یه جا معلوم یه جا مجهول، ضرب کن، تمام. خیلی راحت میتونی به حل سوالت برسی، مثل کاری که من اینجا کردم، خلاص ضرب در 40% کردم، یعنی بقیه مثل همون بود، فقط یه 40% اضافه کردم، هیچ کاری نداره، همینه. اگر گفته بود 40% ناخالص چی؟ ببین با حتما ضرب در درصد خلوص باشه، پس ضرب در 60% میکنی. چرا؟ چون 40% ناخالصی بوده، 60% خالص. پس اینجا همیشه میزانی که وجود داره میزان چی هستش؟ میزان خالصه، نه ناخالص، میزان خالص. پس این از مفهوم درصد خلوص، امیدوارم که اینجا خیلی خوب فهمیده باشیش. اما یک چیز دیگه داریم و بگیم دیگه، فقط میخوام بریم مثال حل کنیم، چون این دوتا خیلی مهمه. بچه گفتم بیش از 4-5 تا تست ازش میاد. مفهوم بازده درصدی. آقا بازده درصدی مربوط به کل واکنشه، اینجا برات نوشتم. بازده درصدی مربوط به چیه؟ بازده درصدی مربوط به کل واکنشه. آقا بازده همون راندمانه. شنیدی میگم فلان چی بازده بالا داره بازده پایینی داره؟ بازده مال کل، مربوط به یه ماده نیست. یعنی اگر بگم فرق بین بازده درصدی و درصد خلوص چیه، میگی درصد خلوص مربوط به یه ماده است، بازده درصدی مربوط به کل واکنشه. پس بازده درصدی رو با آرصدم از حرف کلمه راندمان میارن، بازده درصدی رو با آرصدم از حرف کلمه راندمان میارن که بازده درصدی مربوط به کل واکنشه. حالا من اول مثال بزنم، چش دو تا انهای 33 زمانی که تجزیه میشه به NH2 CO3 به اضافه CO2 به اضافه H2O، این واکنشه.
اگر در این سال به شما گفته بشه که بنده 168 گرم سدیم هیدروژن کربنات دارم، 168 گرم سدیم هیدروژن کربنات دارم، اینو من پاک کنم، یه این 168 گرم از من قبول کنیم، Na های 33 دارم و 88 گرم CO2 تولید بشه، بگم بازه درصدی واکنش یا همون آر واکنش چقدره، چجوری سوال حل میکنیم با استفاده از نمونه روش. خب با استفاده من میگم، فرض میکنم سوال هیچکی به من هیچی نگفته، اطلاعاتی که دادن می نویسم معلوم مجهول مشخص میکنم، 168 گرم سدیم هیدروژن کربنات بوده، میگم جرم تقسیم بر جرم مولی ضرب در ضریب. خب 168 تقسیم بر ضریب شند 2، جرم مولی این بچه 84 مساوی 88 گرم CO2 داره، ضریبش اینه که جرم مولیش هم 44. سوال به من در مورد چی خواسته؟ تا الان مثل قبل بود. سوال به من چی خواست؟ چی گفته؟ چی میخواد؟ آر میخواد، بازه درصدی میخواد. من بتونم گفتم بازه درصدی مربوط به کل واکنشه. خب من یه سوال دارم. من گفتم بازه مربوط به کل واکنشه. کمان که الان دارم میگم بازده کلاس ما هم هست دیگه. هر چیزی یه بازده داره. کلاس من هم یه بازده داره. کلاس من وابسته به کیه؟ به منه که سر موقع بیام، جزء خوب بدم، درس خوب بدم. اگر من نباشم تو میخوای کارا رو بکنی؟ مسلما نه. پس به کی وابسته است؟ به من. پس واکنش من به کی وابسته است؟ به واکنش دهندم. آقا من سوال دارم، اگه این سدیم هیدروژن کربنات اینجا نباشه، آیا سدیم کربنات CO2 H2O تولید میشه؟ معلوم که نه، تولید نمیشه. اگر NH3O نباشه اصلا اینا انجام نمیشه. پس بنابراین این باید مصرف بشه که اینا تولید بشه. یعنی واکنش من به کی وابسته است؟ به واکنش دهنده. مگه بازده درصدی مال کل واکنش من نبود؟ چرا؟ پس در کدوم کسر میشه؟ کسر مربوط به واکنش دهنده. خب این مال سدیم هیدروژن کربنات، اینم مال CO2، این واکنش دهنده، این فراورده. پس اون کسر آر صدم رو در چی ضرب میکنم؟ واکنش دهنده. به همین راحتی. پس حواست باشه بازه درصدی مال کل واکنشه، درصد خلوص مربوط به یه ماده است، هر ماده چه واکنش دهنده چه فراورده با هر اطلاعاتی که باشه میتونه داشته باشه، بازه درصدی مربوط به کل واکنشه، فقط در کسر مربوط به واکنش دهنده ضرب میشه. این سدیم هیدروژن کربنات چون واکنش دهنده بود اینجا ضرب شد، اینجا CO2 چون فراورده است داخل ضرب نمیشه. پس خواهش میکنم ازت اینو از من بپذیر بچه گلم. پس اینجا آ رو من میتونم به دست بیارم با استفاده از محاسباتی که داره. اینو اوکی؟ اینو خوب یاد گرفتی؟ دمت گرم. پس الان فرق بین درصد خلوص و بازه درصدی یکم فهمیدی. میخوایم با هم دیگه تست حل کنیم، روان دیگه آقا درس نداره، دیگه درس نداره. همین دو تا نکته که بهت گفتم، همین ازش پیش از 7-8 تا تست تو کنکور امسال اومده بود. بریم با هم دیگه ببینیم، بریم آقا سوال حل کنیم دیگه، خودمون رو زجر ندیم دیگه. بچه سوال شماره 1، بهتون 1 دقیقه وقت میدم. درسته سوال اوله، فوش ندید ببخشید. سوال 1، خواهش میکنم روی این سوال 1 دقیقه تمرکز کنید، بخونینش، بر خودتون موشکافانه بررسیش کنید. میخوایم با هم دیگه حلش کنیم، 1 دقیقه روش تمرکز کنیم. همه سراب جزوه خواهشن. خب سوال خوندی؟ بریم روی حل سوال، بریم روی حل سوال متمرکز بشیم. بچه ها همه اینجا رو ببینن، بریم توی سوال چی گفته. گفته اگر از واکنش 5 گرم از لیتیوم آیل 4 ناخالص با طبق معادله زیر 11.2 لیتر گاز در شرط استیپی تولید بشه، درصد خلوص این چقدره؟ اولین گامی که شما باید توی سوال داشته باشه چیه؟ اولین گام دینی که واکنش سوال موازنه کنی. شما وقتی که بخوای موازنه کنی چیکار میکنی؟ نگاه میکنی این بر چند لیتیوم و آلومینیوم داره؟ 1. این برم 1، پس اینا همه ضریب 1. از طرف دیگه
سمت فراورده ذریب اکسیژن قطعی شده، سه تا مال آلومینیوم هیدروکسید بوده، یکی مال لیتیوم هیدروکسید، سه و یک با هم میگه میشه چند تا؟ چهار تا. پس اینجا چند میذارم؟ چهار تا. حالا میام سر وقت هیدروژن، 4 تا 8 تا 4 12 تا اینجا دارم، اینجا فقط تو این 4 تا دارم، پس چند تا دیگه میخوام تو 12 تا؟ 8 تا. 4 تا 8، پس سوار موازنه میشه 1 4 1 1 4. سوال به من گفته که چی؟ گفته 5 گرم لیتیوم آلومینیوم هیدرید با معادله این واکنش میده 11.9 لیتر گاز در شرایط استیپی تولید میکنه، درصد خلوصش رو میخوام. آقا گفتم معلوم با مجهول مساوی با هم قرار میدی. جرم گفته جرم تقسیم بر جرم مالی ضرب در ضریب. خب ضریب من یکه. جرم مالی چقدر از اعداد اینجا کمک میگیرم؟ لیتیوم 7، آلومینیوم 27، هیدروژن 1 چون 4 تا وجود داره 4 تا میشه. 7 تا 28 میشه چقدر؟ 35. 35 با 4 میشه 39. پس اینجا رو ضرب در 39 میکنم. حالا چی به من گفته؟ 11.2 لیتر گاز گفته در شرایط استیپی، H2 استیپی دیگه، 22.4. حالا خوب گوش کن، من اینجا چی میخوام ازت؟ من اینجا درصد خلوص میخوام. درصد خلوص چی میخوام؟ لیتیوم آلومینیوم هیدرید. پس اینجا که مال LiAl4 و اینجا که مال H2 گفتم درصد خلوص مربوط به یه ماده هستش، و چون درصد خلوص مربوط به یه ماده هستش در کسر همون ماده ضرب میشه. پس به این شکل تا الان رفتیم. حالا میخوایم بریم اینو چیکار کنیم؟ ساده کنیم. این میشه 1، این میشه 2، این میشه 1، این 39 به 2 میشه 19، این میشه 1، این میشه 25، این میشه 1، این میشه 5، 5 تا 19 تا 95 تا. خیلی راحت جواب من میشه گزینه شماره 3. پس بنابراین به این شکل من تونستم چیکار کنم؟ گزینه 3 رو برای خودم انتخاب بکنم. پس سوال 1 شد جواب گزینه 3. بچه این تست کنکور 98 رشته ریاضی بودش که با هم یه حل کردیم، خیلی راحت خیلی ساده. اما بریم سر وقت تست دوم، که این تست هم مجدداً تست 98 رشته ریاضی هستش که مربوط بیشتر به فصل 2 دهم هستش. این تست هم میخوایم با هم دیگه حل کنیم. یک دقیقه باز دوباره بهتون فرصت میدم که روی این تست تمرکز کنید و حل کنید. این سوال یه نکته خیلی باحال داره و خیلی خفن داره که ما بارها تو آزمونای ماز بهش اشاره کرده بودیم، تو کتابمون هم گفته بودیم، و توی خب کنکور 98 سوال اومد. گفته بوده که 20 گرم از یک نمونه سنگ معدن آهن تو 100 میلی لیتر اسید انداخته میشه، یون Fe3 مثبت به صورت محلول در میاد، و در آخر گفته 5.35 گرم رسوب آهن سه هیدروکسید به دست میاد. ببینید بچه‌ها، آهن سه هیدروکسید فرمولش اینه: Fe OH 3 مرتبه. اگر بخوام به طور کلی بهت بگم یک مول Fe2O3 معادل با دو مول FeOH 3 مرتبه است. یک مول Fe2O3 معادل با دو مول FeOH 3 مرتبه است. ببینید بچه‌ها، خود Fe2O3 وقتی بخواد بشکافه به چی میشکافه؟ به 3 تا O2 منفی به اضافه 2 تا Fe3 مثبت میشکافه. ازت سوال چی خواسته؟ درصد جرمی آهن رو خواسته، یعنی جرم نمونه آهنت Fe به جرم کلت که 20 با تقسیم بشه، ضرب داره چند بشه؟ 100 بشه. خب من الان جرم آهن رو باید به دست بیارم. چی معلومه؟ 5.35 گرم رسوب آهن دو هیدروکسید. خب این آهن دو هیدروکسید اگر 2 مول باشه، این 1 مول Fe2O3 است، و هر 1 مول Fe2O3 2 مول Fe3 مثبته. پس FeOH3 مرتبه با Fe3 مثبت نسبت 2 به 2 دارن، یعنی 2 به 2 یعنی 1 دیگه دارن دیگه، 2 دوم 1. پس FeOH3 مرتبه رو خوب ببین. ببین اینجا وقتی که هستش به ازای 2 مول FeOH3 مرتبه تو 1 مول Fe2O3 داری، و به ازای 1 مول Fe2O3 2 مول Fe3 مثبت داری. از سوال ازت چی میخواد؟ دست جمعی آهن میخواد. پس اصلا کاری با Fe2O3 نداری، کاری با واکنش هم نداری، یعنی فرض میکنیم واکنش داده نشده. وقتی تکنیکو بدونی که بارها ما ازش صحبت کردیم دیگه تمومه، سوال حل میشه. پس همیشه تو ذهنت بدون یک مال Fe2O3 با دو مال FeOH3 مرتبه همترازه، و هر یک مال Fe2O3 هم با دو تا Fe3 مثبت. خب حالا چی میشه؟ جرم داریم 5.35 به جرم مالی Fe2O3 مرتبه 2 ضرب داره،
56 به اضافه 48 میشه 56 به اضافه 48 به اضافه 3 مساوی با. از اون طرف هم مقدار گرم آهن رو میخوام، میشه جرم آهن 56 جرم مولیش ضرب در 2. اگه این کار رو انجام بدیم جواب من به دست میاد، میزانی که به دست میاد میشه 2.8 گرم Fe. حالا که 2.8 گرم Fe شد، اینو باید ببرم اینجا بذارمش. 2.8 گرم Fe شد، اینو ببرم اینجا بذارم، میشه 2.8 تقسیم بر 20 ضرب در 100 میشه 14 درصد. کدوم گزینه میشه؟ میشه گزینه 3. خیلی راحت بچه ها. واقعا اگه میخواستیم این دو تا واکنش رو موازنه کنیم، راه حل عادیش رو بریم، با از طریق اف ای و سه مرتبه میرفته اف ای سی ال 3 رو به دست میوردی، بعد از طریق اف ای سی ال 3 میرفته اف ای 2 و 3 رو به دست میوردی، بعد از طریق اف ای 2 و 3 میرفته اف ای رو به دست میوردی. خیلی راحت با دونستن این نکته که الان اینجا من بهت گفتم و قبلا هم بهتون اشاره کرده بودیم، اونا که آزمون ماز دادن میدونن، خیلی راحت با این نکته میتونست سوالو حل کنی که جواب ما میشه گزینه شماره 3 و تو بحثامون هم همیشه گفتیم. اما بریم سر وقت تست شماره 3. تست شماره 3 که با فصل 3 دهم هم قاطی شده. آقا فصل 2 دهم، 3 دهم، 1 یازدهم ترکیبی میدن. سوال تو کنکور ترکیبیه. سوال غیر ترکیبی تو مبحث استکیومتری خیلی کم میدن. پس باهوش باش. همینطور که دارم به درس میدم بخون. این که تازه نمونه است. وقتی بیام تو کلاس های طول سال خیلی خیلی تدریجی تر، کامل تر، بهتر با هم دیگه میریم جلو. اما همینم هم برات کفایت میکنه. با من بیا جلو بریم ببینیم سال چی گفته. آقا سال سه رو نگاه کن میخوام خودم حلش کنم. گفته 72 گرم اندو و 5 ناخالص به درون نیم لیتر آب مقطر وارد میشه، غلظتش 0.2 مولاره، درصد خلوص اندو و 5. اولین گام تو واکنش موازنه است. اینجا 2 تاست، پس اینجا 2 میذاریم، اینجا که 2 بذاری دیگه موازنه انجام میشه دیگه، بقیه ضرب چنده؟ 1. خب توی این قسمت اول سال چی خواسته؟ 72 گرم بوده اندو و 5، 2 تا 14 تا 28 تا با 80 تا میشه 108 جرم مولی اندو و 5، ضربش چنده؟ 1. چی بهت داده؟ غلظت محلول رو داده بر حسب مولار و حجم. یه نکته بهت بگم، این نکته رو اینجا میخوای بنویس. آقا دوست من، عزیز دلم، مولاریته رو با ام بزرگ تو کتاب دهم فصل 3 فصل آب آهنگ زندگی بهت یاد دادن. نسبت چی به چیه؟ نسبت مول هستش به حجم. مول به لیتر دیگه میشه مولاریته. مولاریته مول به لیتر. اگر من بیام مولاریته رو ضرب در حجم بکنم چی بهت میده؟ مول بهت میده. ان کوچیک رو همون مول در نظر بگیر. مولاریته ضرب در حجم میشه مول. مگه وقتی صورتت مول بود مخرجت ضریب نبود؟ خیلی خوب تمومه. پس مولاریته ضرب در حجم همون مول، مول تقسیم بر ضریب میشه. پس اینجا بیا، اینجا سوال بهت گفته که غلظت 0.2 ویتم نیمه، از نیتریک اسید داریم، ما میذاریم نیتریک اسید 8900 ضریب هم بوده. چی ازم خواسته؟ درصد خلوص اندو 5. این مال H2O3، این مال N2O5. پس اینجا ضرب در چند میشه؟ ضرب در P100 میشه. حالا که ضرب در P100 شد دیگه باید بیافتی به جونش سادهش کنی. چجوری سادهش میکنی؟ بریم ببینیم چجوری ساده میشه. خب بچه های عزیز من، اول از همه این به 9 بخش پذیره، این میشه 8 دهم. این به 9 که بخواد ساده بشه میشه 12. این میشه 8 دهم، میشه 12. بعد اگه ما بازم بخوایم اینو ساده کنیم، این میشه 1، این میشه 1 دهم، 1 دهم ضرب در 5 دهم میشه 500، 500 ضرب در 100 میشه چقدر؟ میشه 5. اگر 8 دهم رو اینجا بنویسم، یعنی به این شکل بنویسم 8 دهم ضرب در پی تقسیم بر 12 ضرب در 100 مساوی با 1 دهم ضرب در نیم که میشه چقدر؟ 500، یعنی 500 تقسیم بر 1. به این شکل میتونم به درش بیارم که 500 ضرب در 100 کنم، یعنی بشه اینجوری پی مساوی با 500 ضرب در 100 میشه 5 تا، 5 تا 12 تا میشه چند تا؟ میشه 60 تا. ضرب در 1 دهم دیگه تقسیم بر 8، چون اونجا باید 8 دهم بیارم. باید
خب حالا که این اتفاق بخواد بیفته، این به 4 ساده میتونه بشه، به 4 میشه 2 تا، این به 4 میشه چند تا؟ 15 تا. این میشه 1، این میشه 5 تا، 5 تا 15 تا میشه 75 تا. 75% جواب مورد نظر من خواهد بود. جواب من میشه گزینه شماره 3. جواب من میشه گزینه شماره 3. یه توضیح بگم روی ساده کردن. بچه‌های عزیز، کنکور 98 رشته تجربی 18 تا سوال محاسباتی داشته. یعنی بیش از نیمی از سوالا اختصاص پیدا کرده به سوالات محاسباتی. تا سال 11 هستی به حرف من گوش بده. نه که از این گوش در بیاری از اون گوش بره بیرون. این گوش در بیار، این گوش هم نگه دار. به هیچ عنوان از ماشین حساب استفاده نکن. خواهشم. میمونی. ببین محاسباتت را میفتی. شبی 10 تا دونه محاسبات برای خود از مثال کنکور دور شروع کن. ضرب و تقسیما رو انجام بده، کسرا رو بنویس، اشارا رو انجام بده که راه بیفتی. ازت خواهش میکنم این کارو بکن. چون باعث میشه محاسباتت قوی بشه. ببین من بهت سرنگ نمیتونم تزریق بکنم. یه شب درصد شیمی بیاد رو 80، بیاد رو 90، بیاد رو 100. من نمیتونم همچین کاری بکنم. اما میتونم راهشو بهت یاد بدم. یکی از راهاش اینه که تو بیای چیکار بکنی؟ به محاسباتت قوی کنی. هر چه محاسباتت قوی‌تر بشه، بهتر بشه، کار من راحت‌تر میشه، کار خودت راحت‌تر میشه، درصدت به درصدهای بالاتر بیشتر نزدیک میشه. این از من به تو نصیحت، خوب گوش کن. بریم سوال شماره 4. یک سوالی هستش که بچه‌های عزیز توی کتاب 11 همتون خیلی ممکنه سوال بدن. این تست کنکور 98 بوده، رشته تجربی، و خیلی سوالی بوده که از میکس فصل 1 و 3 11 و 2 دهم بوده. بریم ببینیم سوال چیه. یه نگارش بکنید، واکنشو بهتون داده، واکنش هم خودش موازن است، به نسبت یک به یک موازن است. یک دقیقه رو سوال تمرکز کنید، ببینید چی میگه، چجوری حرف میزنه. من مکس میکنم یکم، سعی کنید خودتون دست به قلم بشید بچه. تا وقتی دست به قلم نشید سوال رو یاد نمیگیرید. سوال 4 گفته از واکنش استیک اسید با یک الکل. بچه‌ها این استیک اسیده، اینم یه الکل، مهم نیست. گفته تغییر استر پیدا میکنه، اینم مهم نیست بدونید. در صورتی که بازده استیک واکنش 80% باشه، واکنش یه مول استیک اسید، این منظور اینه دیگه. چند گرم از این استر به دست میاد؟ اینه. خب نگاه کنید بچه‌های عزیز، پس این استیک اسید منه، این اسید منه، این استر منه. اینو خواهش میکنم تو ذهنت بسپار. خب ببینید بچه‌ها، من یک مول استیک اسید دارم. وقتی کسر مربوط به مول بود میشد مول تقسیم بر ضریب، یک به یک. گفته چند گرم استر به دست میاد؟ جرم تقسیم بر جرم مولی زرد ضریب، ضریب شکل که جرم مولش 7 تا 12 تا میشه 84 تا، با 14 تا با 32 تا. 4 4 82، 0 1 و 8 9 1 10 و 3 13. پس جرم مولش میشه 130 تا. از تو چی میخواد؟ بازده درصدی هم بهت داده 80% دیگه. گفتیم بازده درصدی کسر مربوط به واکنش دهنده ضرب میشه، چون مربوط به کل واکنشه. کی توی اینا اسیده؟ اینه دیگه، استیک اسید توی واکنش دهنده هستش. پس اینو ضرب داره چند میکنم؟ اینو ضرب داره 80% میکنم به این شکل. این یه صفر و یه صفر خط میخوره، این یه صفر و یه صفر خط میخوره، 8 تا 13 تا میشه 104 تا. گزینه یک جواب مورد نظر من خواهد بود. پس جواب مورد نظر من در سوال 4 تست 98 تجربی میشه گزینه یک. بعد تست سال 68 نیاوردم، ما تست سال 98 آوردم. با این تکنیکایی که گفتم، با این درسی که دادم، خیلی راحت حل میشه. بعد از کلاس منم میره آزمونتو شرکت میکنی. تو اون آزمونم 10 دقیقه بیشتر وقت نداری. باید تمام تلاشتو کنی درصد بالا بزنی. مسلما کسایی که درصد بالا میزنن رو حسابی تشویق میکنن. بیا اینجا تست شماره 5، یک تست از تست کنکور ریاضی داخل 96، یکم 98 داخل ریاضی و تجربی با هم کامل حل کردیم. بیایم ریاضی داخل 96 ببینیم چی میگه. خب باز هم من یک دقیقه مکس میکنم روی سوال، فکر کنید، سعی کنید حلش کنید سوالو. هرچند که الان ممکنه یکم دیر موقع باشه، ولی
ما کلن پر انرژی داریم میریم جلو. شاید بعضی از بچه ها آفلاین ببینن، اونایی که آفلاین میبینن فیلم ما رو، یعنی آنلاین نیستن، الان لایو نیستن، بعد که آفلاین دیدن حتما سعی کنن که دکمه پاوز رو بزنن، خودشون حل کنن، بعد به اصطلاح حل ما چک بکنن. اونایی هم که آنلاین هستن الان وقت دادیم لایو این دیگه، داریم لایو تو درس میدیم، الان بهتون وقت دادیم، یک دقیقه وقت میدیم که رو سوال فکر بکنیم که بتونیم با هم حل کنیم. از مهر هم که گفتیم چت شخصیتون باز میشه، با هم دیگه گزینه‌ها رو میگیم و هم فکر میکنیم، بهتر میتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم. خب سال چی گفته؟ گفته اگر در واکنش زیر نیم مول آلومینیوم سولفات مصرف بشه، 28.8 لیتر فراورده گازی، اینجا کی فراورده گازی؟ SO3 است. در صورتی که حجم مولی 24 تا باشه، بازده درصدی واکنش چقدره؟ چند گرم فراورده جامد به دست میاد. بچه های عزیز خوب دقت کنید، واکنش رو موازنه میکنیم، ضربش میشه 1 1 3. نمونه این واکنش همین چند دقیقه پیش براتون حل کردم. خب چی داده چی میخواد؟ آقا بازه درصدی میخواد مشخص در کسر واکنش در نظر میشه. نیم مول آلومینیوم سولفات داده، نیم تقسیم بر مول تقسیم بر ذری، گفته 28.8 لیتر فراورده گازی، فراورده گازی SO3 است، ضریبش 3 هست، ضرب در حجم مولش. خب حجم مولش نگفته شاید استیپیکه، چگالی هم که بهت نده، ولی سوال یه کد بهت داده. کد به چی گفته؟ گفته حجم مولی گاز تو بگیر 24 تا، پس اینو ضرب در چند میکنن؟ ضرب در 24 میکنن. خب من بازه درصدی میخواستم، بازه درصدی که میخوام اینو ضرب در R100 میکنم، اینو ضرب در چی میکنم؟ R100 میکنم. اگر که این اتفاق بیفته از اینجا R به دست میاد 80%، از اینجا R به دست میاد 80%، یعنی جواب من یا گزینه 1 یا گزینه 2. قسمت بعد سوال گفته چند گرم فراورده جامد به دست میاد؟ کافیه که این نیم ضرب در 80% رو، ضرب در 1 رو مساوی با گرم آلوسه ضرب در جرم مولیش که به دست آوردیم صدام کنم. اگه این اتفاق بیفته این با این خط میخوره، 8 نیم میشه 4، 14 ضرب در 102 میشه 48. این جواب من میشه گزینه شماره 1، 14. من اینو پاک کنم بهتر بنویسم، میشه 40.8. این جواب من میشه گزینه شماره 1. خب پس اینم از سوال ریاضی داخل 96 که خیلی راحت حل شد. اما تست ریاضی داخل 96 تست دیگر، باز دوباره من یک دقیقه مکس میکنم سوال خودتون ببینید حل کنید، ببینید توضیح چجوریه. فقط بچه گزینه دو رو بکنید 80، اینو بکنید 4 و 48، 3 و 48 نماشه، گزینه دو بشه 80، 4 و 48. سوال چی گفته؟ گفته اگر در واکنش تبدیل 21 گرم سدیم هیدروژن کربنات 10.6 گرم سدیم کربنات تشکیل بشه، بازه درصدی واکنش چقدره؟ اولین چیزی که از سوال میفتی موازن است. اینجا اگر من 2 بذارم بقیه 1 بذارم موازنه انجام شده است، تمام. اما بیان قسمت بعدی سال، 21 گرم سدیم هیدروژن کربنات گفته، جرم به جرم مولی ضرب در ضریب، 21 تقسیم بر 2 ضریبمه 84 جرم مولی. چون بازه درصدی میخواد، بازه درصدی در کسر مربوط به واکنش دهنده ضرب میشه، اینو ضرب در R100 میکنه. از طرف دیگه این 448 مال گزینه است، رو حواست باشه اینو با قرمز می‌نویسم، 10.6 گرم سدیم کربنات تشکیل میشه، 10.6 تقسیم بر 1 ضریبمه، جرم مالی سدیم کربنات هم اگه از اعداد اینجا کمک بگیرم همون 106 به دست میاد. خب به طبع این میشه 1، این میشه 1/10، 1/10 ضرب در 100 میشه 10 تا، این میشه 1، این میشه 4 تا، اگه انجام بشه میشه 80%.
پس بنابراین گزینه 3 و گزینه 4 حذف میشه، یا یک هستش یا دو. در گام بعدی گفته پس از بازگشت به شرایط استیپی چند فرآورده گازی به دست بیاد. شما خوب دقت کن، اینجا من پاک کنم از شلوغ شده، خوب دقت کن توی گازت، توی واکنشه کدوما گازن؟ یکی CO2 گازه، یکی H2O. یعنی این دوتا گازن، هم CO2 گازه هم H2O. پس حواست باشه وقتی میگه در بازگشت به شرط استیپی چند گاز در شرط فرآورده به دست میاد، باید این حواست باشه که منظور من CO2 هست و H2O. خیلی خوب، سوال چی گفته؟ گفته 10.6 از اون دارم، 10.6 تقسیم بر 1 ضرب در 106 شد. وقتی میگه لیترم در شرط استیپی 22.4 ضرب در ضریب، چون گاز من هم مربوط به CO2 منه هم مربوط به H2O منه و ضریب CO2 و H2O یک بود، CO2 یک بود، H2O هم یک بود، یک با یک جمع میشه، میشه چند تا؟ میشه دو تا. پس اینجا رو باید ضریب چند بذارم؟ 2 بذارم، که اگر این کارو بکنیم باز دوباره میشه 1، میشه 1 که ضرب بشه میشه 4.48. یعنی جواب من میشه همون گزینه شماره 2 که مورد نظر من هستش. ببینید بچه ها، واقعا اگر محاسباتت قوی باشه سوالا رو 1 دقیقه تا حتی بعضی هاش رو زیر 1 دقیقه میتونی حل کنی. اگر دقت بکنی تست های کنکوری که از سال 96 برات آوردم، 98 برات آوردم، 97 برات آوردم و سال دیگه 99 برات میارم حل میکنم، 2 سال دیگه که شما انشاءالله کنکور میدید و میرید ولی 1400 خواهید دید تو کنکورت، سبک سوالا یک شکل تکراریه، نکتهش و تکنیکش یکیه، فقط باید رو تست حل کنی، به حد تسلط برسی. قضیه اون آدم هست که دوتا بودن توی باقی میخواستن برن، میخواستن درختها رو چیکار کنن؟ قطع کنن. باغبون میاد به هر دو نفر یه تبر میده، میگه که تو هر کی درخت بیشتری رو قطع بکنه پول بیشتری میگیره. شروع میکنن به کار کردن، یکی از اون تبرزنا میره شروع میکنه یک به یک درخت‌ها رو میزنه و میره جلو، اما یکیش میشینه تبرش رو تیز میکنه. باغبون میاد بهش میگه تو چرا داری تبرت رو تیز میکنی؟ یکی اصلا جلو تر افتاد که. میگه من میخوام تبرم رو تیز کنم. اون یکم بره جلوتر خسته میشه، که وقتی اون خسته شد من به جایی برستم که هر یه ضربه‌ای که بزنم اون درخته از جا کنده بشه. دقیقا من همین رو میخوام واسه تو کنکور اجرا کنم. و این 2 سالی که وقت داری که امسال خیلی مهمه و امسال تو باید ببندی، اگر به حرف رتبه های برتر گوش بدی، دهم و یازدهم رو توپ بستن، حالا دهم که گذشت یازدهم تو توپ ببند تو همه درس ها، مطمئن باش میتونی به اون نتیجه خارق العاده برسی. اون تبرتیز کردن خیلی مهمه، اون کاری که من بهت میگم رو انجام بده و مطمئن باش به درصد خیلی بالایی میرسی، شک نکن. خب بریم سر وقت تست شماره 7. در تست شماره 7 چی میگه؟ میگه که اگر از واکنش 8400 گرم کلسیم هیدرید با مقدار کافی آب 900 میلی لیتر گاز هیدروژن طبق واکنش آزاد بشه، بازه دستده چقدر حجم مولی گاز هم بهت گفته. فاکتور اول گفتم موازنه. خب اینجا در عرضم به حضورتون که اکسیژن 2 تا است، چون کلسیم ها که موازن است، اینجا ضریب 2 میذارم، اینجا هم ضریب 2 میذارم برای که هیدروژن ها موازن بشه. خب سوال چی داده، چی میخواد؟ بازه درصدی میخواد. خب مشخصه 8400 میگیرم کلسیم هیدرید گفته، 84 جم تقسیم بر جم مولی ضرب در ضریب، کلسیم هیدرید جم مولیش 42 ضریبش هم 1 هستش. خب مقدار کافی آب 900 میلی که میشه 0.9 لیتر گاز هیدروژن به دست میاد، بازه درصدی رو از من میخواد که تو کسر مربوط به واکنش دهنده ضرب میکنم، یعنی اینو ضرب در آر صدا میکنم. حجم مولی رو از من میخواد که اینجا مینویسم چقدر؟ 25 لیتر. اینجا مینویسم 25 لیتر. حالا میرم تو بحث ساده کردن و حساب کردن جواب آخر. اگر اینو حساب بکنیم میشه 1، این میشه 2 صدم، این میشه 1، این میشه 4 تا، این میشه 2، این میشه 1 صدم. 2 به اصطلاح اگر به طور کلی، البته یه ضریب 2 هم برای این هیدروژن داشتیم دیگه، گاز هیدروژن ضریبش 2، 2 با 2 خط میخوره، اونجا اگر حل بشه جواب آخر من میشه 90% و سوال من میشه گزینه شماره 3. باز هم یه تست دیگر از این دفعه تجربی داخل 97 حل کردم. درسته این کنکور نظام قدیم بوده،
ولی نظام قدیم با نظام جدید تو این قسمت تفاوت خاصی نداره، فقط یه محدود کننده است که اون تو کتاب شما حذف شده بچه نظام قدیم داشتن که اونم زیاد روش مانور داده نمیشه. این تستایی که مربوط به شما بوده حل میشه. سوال 8 تکراریه، اما سوال 9 یه سوال خیلی خوب تجربی خارج 98، یعنی داغ از تنور گرفتیمش برداشتیم آوردیمش. تجربی خارج 98 یه تست خیلی خوب، بریم با هم حل کنیم ببینیم به چی میرسیم. اول روش فکر کنید، موازنه یادتون نره. یک دقیقه روش سوال فکر کنید. خب گفته اگر 50% وزن یک تنه درخت رو سلولوز تشکیل بده، چند کیلوگرم زغال با درصد خلوص 90% از حرارت دادن یک تنه درخت با جرم 80 کیلوگرم به دست میاد. اولین فاکتور رو گفتم موازنه. توی واکنشی که داده شده 36 8 O5 N، توی واکنش دهنده چند تا N وجود داره؟ چند تا کربن وجود داره؟ 6N کربن وجود داره. در حالی که تو فرآورده کربن خالیه، پس اینجا چند میذارم؟ 6N. توی واکنش دهنده چند تا اکسیژن وجود داره؟ 5N. چند تا هیدروژن وجود داره؟ 10N. پس یه 5N هم برای این میذارم. ضریب کربن میشه 6N، ضریب سلولوز میشه 1، ضریب H2O میشه 5N. به این ترتیب موازنه رو انجام میدم. سوال من گفته که 81 کیلوگرم تنه درخت دارم که 50% سلولوزه، یعنی 81 رو باید ضرب داره 50% میده. از طرفی به من گفته که چند کیلوگرم زغال، یعنی همون کربن که ضریبش چقدره؟ بچه‌ها جرم تقسیم بر جرم مولی ضرب داره، ضریب میشه دیگه، درسته؟ جرم مولی من میشه 72N، چون 6 ضرب داره 12 میشه، کربن 12 است، میشه 72N. اینجا وجود داره این جرم مولی ضرب ضریبش. درصد خلوصش هم که بهم گفته چقدره؟ درصد خلوصش هم که بهم گفته 90% خب حالا به اصطلاح جرم مولی سلولوز من چقدر میشه؟ میشه 72N. میشه 72N، چون اینجا 6 ضربه داره 12، میشه 72N به اضافه 10N به اضافه 5 تا 16 تا میشه 80، میشه 80N. اگر این رو انجام بدین بچه‌ها این N با این N ساده میشه. پس یه بار دیگه میگم 81 کیلوگرم بوده که 50% سلولوز بوده که این کسرش رو نوشتم. جرم مولیشه که کافی عدد اینجا رو ضرب کنم، 6 تا کربن بوده میشه 72N، 10N هیدروژنه و 80N اکسیژن، 80N اکسیژن هستشون، 5 تا 16 تا میشه 80 ضرب داره N میشه، M ضرب داره 90 تقسیم بر 100 میشه 72N هم که جرم مولیه. اگر از اینجا N با N ساده بشه در آخر جواب M به عدد 20 میرسه، این جواب هم میشه گزینه شماره 2. پس به این ترتیب تست تجربی خارج 98 تست خیلی قشنگ و نسبتاً حالا سبک سوالش جدید بود میشه گزینه شماره 2. بازم با اون اطلاعاتی که گفتیم خدمتون حل میشد. اما تست شماره 10، تست شماره 10 رو خواهش میکنم روش فکر بکنید ببینید چجوری حل میشه. تست شماره 10 رو فکر کنید. خب گفته که برای تهیه 79.6 گرم باریوم سولفات با خلوص 97% طبق معادله زیر چند مول آلومینیوم سولفات باید به مقدار کافی با باریوم کلورید واکنش بده و چند مول باریوم کلورید مصرف میشه. اول از همه واکنش رو موازنه کنید. اینجا چند تا آلومینیوم داری؟ 2 تا. چند تا سولفات داری؟ 3 تا. پس ضریب این میشه 3 تا، ضریب اون میشه 2 تا. چند تا کلور داری؟ 6 تا. پس ضریب این میشه 3، پس این نمیشه 1.
پس هم آلومینیوم هم باریوم هم سولفات موازنه شد و هم کلور. گفته 79.6 گرم باریوم سولفات با خلوص 97%. میگیم 79.6 ضرب در 97% باریوم سولفات ضریب شند ضریبش 3 است، ضرب در جرم مولیش. جرم مولیش از من قبول کنید 233. خب چند مول باریوم کلورید تولید میکنه؟ باریوم کلورید اینه دیگه، ضریبش 3 است، اینه مول تقسیم بر ضریب شند 3 است. و چند مول آلومینیوم سولفات تولید میکنه؟ آلومینیوم سولفات ضریبش 1 میشه مولش تقسیم بر 1. خب عرضم به حضورتون که برای حل سال چیکار میکنیم. ببین بچه ها این شیمیش تموم شد، ولی از اینجا به بعدش بحث محاسبات. محاسباتش هم خیلی سنگینه. تست ریاضی خارج 98 بوده، محاسبات سنگینی رو داره تو این قسمت. من میخوام برای شما توضیح بدم. خودکارا و مداد پایین، خودکارا و مداد پایین، فقط ببین و گوش بده به راه حلی که برای محاسبات این من میخوام بهت بگم. ببین این کس رو بهت دادم. اول از همه اولین کاری که میکنیم این سراغ این، سراغ این نرم. چرا؟ چون این وسطی تو مخرج 3 داره اون نداره. این 3 رو میتونی با این 3 در وهله اول خیلی راحت ساده کنی. خب تو قسمت دوم 79.6 رو تقریب بزن بگیر 80. میتونی دیگه یکی برو بالا. بابا تقریبات بحث جزء بحث شیمیه. اصلا اگه تقریب نباشه نمیتونی اینو حل کنی. 79.6 رو بگیر 80. 203 رو هم تقریب بگیر، یکی کمتر بگیرش 232. آقا میگونه اول گفته میشه. حالا ببینیم چجوری میشه. 80 با 100 یه صفرش میپره. 8 به 232 بخش پذیره. این میشه 1. این میشه چقدر؟ 2 8 16 تا به اصطلاح 72 تا میره بالا میشه 29 تا. پس 29 رو من اینجا گذاشتم. یعنی جای 203 الان میسم 29. یه 97 دارم یه 29. خب این 97 من که بره بالا، این 10 من که بره بالا، این در میبینی بره بالا چجوری میشه؟ اینجوری میشه، بذار بنویسمش. میشه 9/7 تقسیم بر 29. من میتونم تقریبا 9/7 تقسیم بر 29 بگم 10 تقسیم بر 30. 10 تقسیم بر 30 میشه 1/3. 1/3 میشه چقدر؟ میشه 1/3 میشه چقدر؟ 1/3 اگر بخوام حساب بکنم تقریبا میشه 33/100. تقریبا میشه 33/100. بچه کدوم گزینه 33/100 داره؟ ببین یا گزینه 1 میشه یا گزینه 4. خیلی راحت با تقریب زدن حلش کردم. بابا محاسبات نیاز نیست خیلی سخت کنی. نیاز نیست واقعا بری 79600 رو تقسیم بر 233 کنی. بابا من که هیچ پدر جد منم نمیتونه سر جلسه کنکور اینو محاسبه کنه. پیر میشه. بابا وقت 10 تا تست بگیره تقریب بزن. خیلی راحت حل شد 33100. پس گزینه 1 یا 4 جواب 23 حل شد. حالا وقتی این بشه 33100، وقتی این بشه 33100، یعنی این بیاد بشه 33/100، این میشه چقدر؟ تقسیم بر 3 میشه دیگه، میشه 11/100. پس کدوم گزینه میشه؟ گزینه شماره 4. چون 33/100 تقسیم بر 3 میشه، میشه 11/100. کدوم گزینه میشه؟ گزینه 4. پس به این ترتیب تست ریاضی خارج 98 هم هست. ببین من یه اصطلاح دارم، به تست میگم تو فقط دهنتو باز کن، من دهنتو میبندم. این تست دهنشو باز کرد با محاسباتش، دهنشو بستم. باید محاسباتت رو کار کنی، باید تمرین کنی، باید یاد بگیری چجوری تقریب بزنی، باید یاد بگیری به چجوری سوال حل کنی که بتونی به اون سرحد تسلطی که باید شاید برسی. بچه ها میدونم جمع تستایی که توی جزوتون هست 20 تا تسته، ولی چه کنم که وقتم محدوده. من فقط در این جلسه این تستا رو به عهده خودتون میذارم. ایشالا تو کلاسای طول سالمون همش یک به یک حل میکنم، چون جلسه صرفاً به خاطر آشنایی ما بود. اما حیفم میاد تست شماره 20 براتون حل نکنم، چون نکته خاص و باحالی داره. از دهمتون هم هست، از فصل دوتون هم هست، نکته جدیدی نداره، بلد هست. فقط میخوام مرور کنیم. بعد از کلاس من حتما برو آزمون رو شرکت کن. با همین اطلاعات، با همین تعداد تست میتونی آزمون رو بهتر کنی. حواست باشه تست شماره 20 رو ما به عنوان حسن ختام کارمون این تست رو براتون حل میکنیم و شما میرید به خیر و ما رو میرید به سلامت. تست شماره 20 گفته در دمای 56 درجه سانتیگراد و فشار 1.2 اتمسفر چند جرم چند لیتر گاز متان با جرم 96.32 ضرب در 10^23 مول کول H2 برابره. اول از همه
شما باید بفهمی که شما لیتر متانو میخوای. برای که لیتر متانو بخوای باید بیای جرمش رو به جرم مولیش تقسیم کنی، مساوی با حجمش رو تقسیم بر حجم مولیش کنی. برای پیدا کردن جرمش از جرمش رو میتونی کمک بگیری، چون گفته جرم دو تا با هم برابره. تعداد ذره تقسیم بر چی میشه؟ 6 و 22 ذره در توان 23. اینجا واکنش نداره که بخواد ضریب باشه، اب نداره. پس می‌دونیم 96 و 32 صدام ضرب در 10 به توان 23 تقسیم بر 6 و 200 ضرب در 10 به توان 23. از یه طرف دیگه جرم اشتو میشه ام تقسیم بر جرم مولیش که 2. اگر این رو با اون ساده کنی این میشه 1، این میشه 16. 16 دو تا میشه چقدر؟ ام به دست میاد 32 تا. پس 32 گرم جرم H2 بوده که با جرم متان برابره. پس الان اگه من بخوام حجم متان رو به دست بیارم باید بگم جرم به جرم مولی، متان جرم 32، جرم مولی 16 هستش، حجمش رو میخوام تقسیم بر حجم مولیش. خب پس اینجا فهمیدیم من هیچ کاری نکردم، جرم H2 رو به دست آوردم، جرم H2 با جرم متان برابر بود، 32 گرفتم. اینجا یاد گرفتم که وقتی جرم تقسیم بر جرم مولی بشه مساوی با حجم تقسیم بر حجم مولی. اینجا حجم تقسیم بر حجم مولی کردم. اما یه نکته، حجم مولی چی میشه؟ من این حجم رو که میخوام تو صورتی که از سواله، حجم مولی وقتی بهت بده چند تا شرط داره. اولی که تو سوال گفته باشه STP. ببینیم تو سوال گفته STP؟ هیچ جاش نگفته. دومی که چگالی داده باشه، داده نداده. ولی یه سری شرایط اومده از لحاظ دمام فشار پر کرده که شما تو فصل 2 دهمتون این رابطه رو داشتید. من اینو مجموعه توی صفحه جدا بنویسم. تو فصل 2 دهمتون این رابطه رو داشتید. P1 V1 به T1 میشه P2 به V2 به T2. که از اینجا من بخوام سوالمو حل کنم میتونم حجم مولی متان رو چیکار کنم به دست بیارم. خود سوال چی گفته؟ خود سوال برات اینجا اطلاعاتشو باز کرده. خود سوال بهت گفته 54.6 درجه سانتیگراد فشار 1 اتمسفر. خب فشار 1.2 اتمسفر ضرب در V2 که میخوام حجم مولیشه 54.6 تام، چون این رابطه دماش بر حسب کلوینه حتما باید با 273 جمع کنم که بر حسب کلوین بنویسم. اما تو رابطه اول چی میذاره؟ اگر بعضی از بچه ها تست زده باشن و بدونن سبک این تست به این شکله که یکی از شرایط رو ما میگیریم STP، چون همونطور که در ابتدای بحثم گفتم هم از دماش هم از فشارش هم از حجم مولیش اطلاعات داریم. فشار STP چنده؟ 1. حجمش چنده؟ 22.4. دماش 0 درجه سانتیگراده، چون باید در حسب کلوین نوشته بشه میشه 273 تا. که اگر از اینجا ویدو رو به دست بیارم ویدو هم میشه 22.4 لیتر که حجم مولی چی میشه؟ حجم مولی متان میشه. این دیگه محاسباتشو من انجام ندادم دیگه، اینو به دست قبلا آورده بودم و حالا 22.4 هم شد. خب بچه ها آیا نوست سوال داریم؟ میخواه شد 22.4 هم پس همون شرط استپیه؟ نه لزوما، اینجا شانسی شده، میتونست یه عدد دیگه بشه. اینجا فقط میخواستم شما با روش حل سوال آشنا بشیم. پس حجم مولی من شد 22.4، حجم مولی رو از این رابطه به دست میاد. پس یک بار سراغ شرط STP. اگه STP بود 22.4 هم تموم. دو بار سراغ چگالی، دی مساوی با MV هم تموم. اگر این دو تا شرط نبود بیا از رابطه P1 V1 T1، P2 V2 T2 استفاده کن. یکی از شرط ها رو بگی STP، چون فشار و دما و حجمش مشخصه. یه شرط دیگه حجم مولی رو پیدا میکنی. حالا در انتهایی که اینجا اومده به من گفته، قسمتی که اینجا اومده به من سوال گفته، گفته V به حجم مولی 32 به 16 رو داری، اینجا کافیه بذاری 22.4، اون حجم مولیش رو به دست آوردیم که این نسبتش اگر بخواد ساده بشه میشه 44.8. این جواب من میشه گزینه شماره 3. پس به این ترتیب این سوالم حل شد بچه‌های عزیز. من سعی کردم به طور کامل در این فیلم یک ساعته که در خدمتتون بودیم، در این کلاس آنلاینی که در خدمتتون بودیم که الان فکر می‌کنم ساعت 10:45 دقیقه شب باشه، 10:51 دقیقه شب هستش، پر انرژی در خدمت شما عزیزان بودیم. با وجودی که قبلش با 10 و 12 بودیم حساب انرژیمون تحلیل رفته بود، اما همیشه عقیده‌مون اینه که بچه‌ها 11 چیزی دیگه هستن، صفای دیگه‌ای دارن. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما بودم. عزیزانی که دارن بحث رو به صورت آفلاین می‌بینن، خیلی ارادت داریم خدمتتون. ان شاءالله 7 مهر ماه به صورت آنلاین و لایو